عرضم به خدمتتون در این ساعات و لحظات گفتگو میکنیم با تجار محترم و عزیزی که از همه جای ایران تشریف میارن و در خدمتشون هستیم. یه کاری میخواییم بکنیم با 1 میلیارد تومان، ولی نمیشه. هر کاری میکنیم سود برامون نداره، جذابیت نداره، حباب در خیلی از جاهایی که میگن سرمایه گذاری بکنید، البته عوام میگن قطعا وجود داره حباب، و میخواییم در کار شما سرمایه گذاری بکنیم. شما بنده رو متقاعد کنید که یا بیام در زمینه تخصصی شما پرده بله. که فرمودین، یا بیام در محصول شما سرمایه گذاری کنم، سرکار کنم. بله. هر دو بزرگوار، زمانش هم اصلا مشخص نیست. بنده رو متقاعد بفرمید. الان تو حوزه داخل کشور بیشتر فعال هستیم و صادرات پراکنده ای هم داشتیم به خارج از کشور، اروپا. و حالا همونجور که میدونید چرم یه محصول لاکچری شناخته میشه، در حالی که بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده. الان شما میبینید که هر روز دنیای مد داره تغییر میکنه، ولی چرم مثل سنگ کف رودخونه همیشه حضور داشته توی دنیای مد. از طرفی هم خب خانوما هم که الان خانوما درک میکنن این موضوع رو، ما اگه 100 تا کیف هم داشته باشیم فکر میکنیم که کمه. مثلا محصولات چرمی خب به خاطر ماهیتشون، اصلا ویژگی هایی که داره، امتیازاتی رو برای ما فراهم میکنه تو حوزه مد و لباس و اکسسوری. ضمن این که خب من الان در مورد محصولم توضیح بدم که اصلا ما به چه صورت کار میکنیم. الان ما با خیلی از برندهای مطرح کشور داریم کار میکنیم، یعنی محصولات ما رو میخرن، برند خودشون رو روشون میزنن و تحت اسم خودشون با توجه به اون برندی که ساختن، سالا روش کار کردن، تحت اون عنوان میتونن دو برابر بفروشن. یعنی شما اگه برین توی یکی از، حالا اسمشو نمیبرم که تبلیغ نشه، ولی توی یکی از همین فروشگاه های چرم کشور، هر کدومشون که حالا شناخته شده هستن، برین میبینید که مثلا یکی از محصولاشون همون قیمتی که از ما میخرن دو برابرش رو دقیقا میفروشن. یعنی اینجا 100% سود. حالا در مورد حوزه خارج از کشور که اصلا خیلی جذابتره، اینو من میتونم بگم که مثلا در مورد حالا محصولات کیفمون، بله. مثلا کیفایی که از ما میخرن، این مثلا امتیازی که برای ما داره چیه؟ یکی این که کیفیت ما رو میتونه ثابت بکنه که کیفیتمون برابری میکنه با کیفیت برندهای مطرح دنیا، مطرح ایران. و ضمن این که خب یکی از ویژگی‌هاش اینه، یکی هم قیمت جذابشه. یعنی ما انقدر قیمتامون جذابه، انقدر قیمتامون حداقله که میتونن با 100% سود اینا رو به فروش برسونن. این الان در حوزه داخله، و تو حوزه خارج از کشور، حوزه صادراتی اصلا جذاب‌تر هم میشه. همه خونه ها، سازمان ها، شرکت ها نیاز به پرده داره. یعنی مثل مصالح که برای خونه لازمه، خونه وقتی کامل میشه نیاز میره به سمت پرده. یعنی هیچ خونه ای رو شما بدون پرده نمیبینید. یک نیازیه که واقعا هم آرامش رو به خونه میاره، هم زیبایی رو به خونه میاره. به طب نیازه، یعنی جامعه میطلبه، همونطور که از فروشگاه های لوکس گرفته تا بازار که مخصوص به پرده هست. ولی ما اینجا میخواییم که یه راهنمایی کنیم عزیزان رو برای متقاعد کردن سرمایه گذاری در این عرصه. خب اگر این کار ما یه کار هنریه، علاقه و بالاخره باید تخصص داشته باشن، شاید از این سوال براشون پیش بیاد که ما تخصص نداریم. برای این هم راهکار داریم. ما شما استاد تالیای عزیز گفت حتی پیچ و مهره بگیرید سوده. شما فکر کنید که پرده چقدر ملزومات وابسته داره. یعنی شما از ریل پرده گرفته که انواع مختلفی داره، از جنس پی وی سی گرفته، چوب، فلز و ریل وارداتی که یه برند جهانی ما الان داریم کار میکنیم، برند گریبره که کشوی اتومات، ریل برقی، همه، یعنی خیلی گسترده است پرده. اگر وارد این شغل بشید به تب سود خیلی خوبی داره و میتونید هر چیزی رو بگید. و یه چیزی هم که داره، یه مزایایی که داره، خراب شدنی، فاسد شدنی یا از مد افتادن نداره. یعنی شما اگر توی ریل پرده سرمایه‌ای که دارید ریل پرده بخرید،
تورم که بهش میخوره هیچ سود خرید و فروش داره، مخصوصا تو حجم بالا. شما باید بدونید که مثلا شما نمیاد یک متر، حتی برای منزل شما یک متر خرید نمیکنید، درسته؟ ریل پرده رو میایین مثلا تو حجم بالا خرید میکنید. حالا شما فکر کنید که مثلا شرکتی باشه، بیمارستانی باشه، پروژه‌ای باشه. ما الان مثلا شد کار میکنیم برای پروژه های بزرگ، یعنی کسانی که عزیزانی که ارتباط دارن مثلا با ساخت و ساز، پروژه های بزرگ عمرانی، ما برای اینام کار انجام میدیم. و عزیزان که اگر حتی کسانی که شما میگید حالا ما پول داریم میخوایم بیایم، حالا یه عزیزی میگه من پول ندارم ولی میخوام تو این عرصه فعالیت کنم، مثلا تو شهرهای مختلف، میتونن کار رو بگیرن و از انبار خرید کنن مستقیم به دست مشتری و سودش هم حاصل میشه براشون. و در همه چیز سود خوبی داره پرده، میتونم بگم که سود خیلی خوبی داره. الان خواهم بگم که چطور یک نفر وارد مذاکرات بین‌الملل آراد برندی میشه، چه شرایطی باید بپذیره، چه آموزش هایی داره، چه امتحان هایی داره. این که باید به یک زبانی مسلط باشن، بله، و با مباحث تجاری آشنا باشن تا بتونن درک بکنن شرایط رو. و یک آموزشی داره آراد برندینگ و اون آموزش رو باید سپری بکنن، بله، آموزش های تجاری و مذاکرات، چون کافی نیست که فقط زبان بلد باشیم، باید بتونیم به اون زبان مذاکره انجام بدیم، بتونیم محصول بفروشیم، بتونیم با تاجرین کشورهای دیگه ارتباط برقرار کنیم. و بعد از همین مراحل آزمون گرفته میشه، بعد از قبولی در اون آزمون یک مدت کوتاهی آزمایشی مشغول به کار میشن عزیزان و بعد کارو ادامه میدن به صورت جدی. از خانم افشار میخوام بپرسم، شما و دیگر دوستانی که تشریف آوردین واحد مذاکرات بین‌الملل، اون زمانی که دوره برگزار شد و آموزش دیدین، هزینه پرداخت کردین آیا؟ خیر، ما هیچ هزینه پرداخت نکردیم، هیچ چیزی از ما نخواستن. و واقعیتاً بگم، حالا گفتن تعریف نکنید، من نمیخوام تعریف کنم، یک چیز واقعی رو میخوام بگم که تمام دوره‌های مختلف که وارد آراد شدن برای مذاکرات اینو دیدن، حس کردن. ما قبل از آراد که خب هیچ پیشینه تجاری نداشتیم، یعنی هیچ چیزی، ما جز زبان بلد نبودیم. آراد کاملا ما رو پرورش داد، آراد به ما یاد داد، هیچ هزینه ای از ما دریافت نکرد، کما اینکه اون دوره آموزشی هم ما در واقع روی حقوقمون حساب شد، یعنی به ما حقوق دادن، در صورتی که حالا هر جایی که حالا دوستان بهتر میدونن بخواین کار کنید، 3 ماه تازه آزمایشی هستش، آیا قبول کنن نکنن، با ما قرارداد بستن، از ما هیچ هزینه ای نگرفتن. بهترین آموزش ها رو ما دیدیم، هنوزم که هنوز داریم آموزش میبینیم و ادامه داره. 3 ماه پیش اگر اشتباه نکنم روس ها تشریف آوردن ایران و اومدن آراد برندینگ، شما اون موقع تشریف داشتی یا نه؟ بله من بودم، خیلی خوشحال بودم. آه یعنی اون موقع شما تشریف داشتیم، درسته؟ تا 3 گروه اومده از روسیه اینجا ترجمه، از یکیش من بودم، ترجمه کردم. روس ها که خیلی کیف بود، چون که من خودم از روسیه بودم، خیلی خوشحال بودید، گفتی که وای تو روسیه هست، چی شرکت بزرگ، چی قشنگ موفق هستید شرکت، خیلی تعریف کرد. الان تا اعتبار میگه مذاکره میکنم، تا الان هست بعض از که تاجرها اومد، الان به مذاکره میکنه قشنگ. عزیزانی که ارتباط میگیری با تاجرهای بزرگواری که در آفریقا حضور دارن، بله، در رابطه با چه محصولی صحبت میکنی و مذاکره میکنی؟ ما در اونجا خصوصا در غرب آفریقا، منطقه غرب آفریقا، اینجا محصولاتی که بیشتر مورد ورود اون طرف هاست، یعنی محصولات مربوط به سخت و ساز، بله، مثلا مثل سیمان و اون آهن هایی که استفاده میکنن، میدونم فارسی چی میگن، یعنی محصولات سخت و ساز اون یکی، و محصولات خوراکی. من همه کشورها درخواست داشتم، حتی بله، کشورهایی که حالا به قول معروف میگن اصلا روی نقشه شاید پیداش نکنی، ولی میان سمت ما. یعنی اینطوری بگم که هر کس بخواد صادرات گذری داشته باشه باید از آراد بگذره، چون ما از هر در واقع زبانی، زبانهای اصلی و زنده دنیا، یکی دو نفر داریم که اینو برامون در واقع این بازی رو در بیارن یا جمع کنن.
پس ما از همه کشورها درخواست داریم. هر کسی هم که میاد پیام میده یا مثلا میگه که شما از ایرانی، میگم ما از ایرانیم. ولی بگو تو از کجایی؟ از شرق آفریقایی آقای ایکس هست، از نمیدونم جنوب آفریقایی آقای ایگرک هست. ما معرفی میکنیم چون هستن دوستان. و خب این اولا این که وقتی میبینن که ما اینقدر بزرگیم خیلی تعجب میکنن. من چند روز پیش یه ویدیویی فرستادم که حالا بچه های رسانه زحمتشو کشیدن آماده کردن. این کلیپ This is Arad Branding هست که سفرهای تجاری، واحد تأمین، مذاکرات را نشون میده. اولش یه خورده شروع کرد به ناز کردن. وقتی اینو براش فرستادم اصلا کلن نظرش عوض شد. گفتش که مطمئنی شما ایرانین؟ گفتم که بله، ما 100% ایران. میخوای لوکیشن بفرستم؟ بیا، ما ایران هستیم. گفت چجوری اینقدر بزرگین؟ میگید با این همه کارخونه، این همه تامین. گفتم تو هر محصولی که بخوای، ما هم مذاکره کنندش رو داریم، هم تامینش رو داریم. شروع کرد، حالا گفتش که تو حوزه خشکبار داری فعالیت میکنی؟ اینو اینو اینم داریم. گفتم اینا رو هم داریم، نوع دیگه‌اش هم داریم. که اصلا خودش تعجب کرد، به وجد اومد. لحن صحبت کردنش رو من متوجه شدم که عوض شد دیگه، کاملا خودش پیگیره. یعنی قبل اینکه من میام صبح من پیگیریش کنم، پیام داده که سلام، چی شد، این چی شد، اینم بررسی کن. گفتم باشه، صبر کن، بذار اول اون رو رسیدگی کنیم، به درخواستای دیگه تام میرسیم. یعنی قیمت از شما میگیرن؟ قیمتو که اصلا وقتی اینو دید، اولش میگفت من قیمت برام خیلی مهمه. وقتی دید که ما با این حجم و با این پتانسیل هستیم، اصلا قیمت رو فراموش کرد. درست. فقط میگه من این آیتما رو میخوام، کی برام سمپلش آماده میکنی، کی ببینمتون، کشور ما کی دوباره میای، چون ما کنیا سفر کردیم. درست. دیگه اینم از کنیا بود. بلد. کی دوباره میای؟ کاش که اون تایمی که اومده بودین کنیا من شما رو میدیدم. گفتم اشکالی نداره، بیا ایران، ما پذیرات هستیم، دوستانت هم هستن، هموطنات هم هستن، میتونی ما رو ببینی. بلد. و در واقع صحبت کنیم. بله، امروز می‌خواستیم یک بحث جدید رو با شما توضیح بدیم، پیوسته بحث‌های قدیمی، بحث مبتدا و خبر. مبتدا کلمه‌ای هست که ما جمله‌مون رو باهاش شروع می‌کنیم. خبر کلمه‌ای که جمله ما رو کامل می‌کنه، مفهوم جمله ما رو برامون کامل می‌کنه. پس چی شد؟ مبتدا شد اولین کلمه ما. خب ما چجوری میتونیم بفهمیم که مبتدا ما چیه؟ گفتیم با یه اسمی شروعش میکنیم. میتونه اسم شخص باشه، میتونه اسم یک شیئی باشه، میتونه اسم مکان باشه. الوالدین فی المطار، پدر و مادر در فرودگاه. خب پدر و مادر در فرودگاه چه کار میکنند؟ باید یک کلمه باشه اینجا که معنی جمله ما رو تکمیل کنه. پس اینجا باید بگیم در فرودگاه منتظر هستن، ینتظرون فی المطار. پس اینجا ینتظرون میشه خبر ما، الوالدین ینتظرون فی المطار. دوستان من، همکارانم برای بحث مکالمه عملی خدمت شما خواهند بود و یک مکالمه رو از این ساختاری که امروز داشتیم خدمت شما معرفی میکنم. Welcome. Hello. Hello. How are you? Hi. Good to see you tonight. Good. Thank you. So today we had a discussion about the conditional sentences. I have introduced conditional type 1 and I want you to have a sample dialogue for this. Okay. Yes. Okay. Hello, Mr. Saladmat. Good evening. Hi. How is it going with you? I'm fine. Thank you. Thank you very much. Okay. When will you go to our office in Tehran? Well, I'm going to go there tomorrow. Okay, and what will you do there? Well, if I try to convince people who are there to buy my products, I'm sure we will have good discussions and hopefully I will buy the products. I will, I will sell the products to them. Sure, and do you think they will buy your products if you only talk to them? Well, if I introduce my products and talk to them about the possibilities of my products and the profit they will get, they may buy it. Mm-hmm. I think if they buy your products, there will be a good profit for you in it.
Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. مکالمه ای رو که داشتیم در مورد در واقع یک قراری بود که دوستان همراه مشتریان خودشون دارن و با در نظر داشت یک شرایطی که هم مشتریان هم دوستان برای خودشون دارن میتونستن جنس خودشون رو حالا به خریداران بفروشن.